ایران در آینه جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین: به لطف تحریم‌ها تعداد موشک‌های تولیدی روسیه چند برابر کاهش یافته است. با این حال چالش‌های دیگری همچون ایران وجود دارد که به مسکو بیش از 1000 پهپاد و سایر تسلیحات فروخته است. سلاح‌های دیگری هم وجود دارد. ما اطلاعات دقیقی داریم و آنها اخیراً چنین کاری کردند. دنیس راس، مذاکره کننده سابق آمریکا در خاورمیانه: چه زمانی شما متوجه می‌شوید که در دنیای آلیس در سرزمین عجایب زندگی می‌کنید؟ وقتی که سفیر ایران در سازمان ملل به عنوان ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل معرفی شد. فقط در کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نماینده ایران به عنوان کشوری که در زمینه انکار حقوق بشر تخصص دارد میتواند عهده‌دار این سمت شود. جیم کاستا، عضو مجلس نمایندگان آمریکا: سپاه پاسداران توطئه‌هایی را برای هدف قرار دادن شهروندان در سراسر جهان انجام داده است. من و همکارانم از بریتانیا، استرالیا، هند و کانادا می‌خواهیم که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. لیست‌گذاری سپاه پاسداران این پیام روشن را به ایران خواهد داد که اقدامات تروریستی قابل تحمل نخواهد بود. سناتور جولیو ترزی، وزیر امور خارجه سابق ایتالیا: شب همبستگی با مقاومت ایران در تئاتر توسری در شهر کونئو در تاریخ 6 می برگزار شد. استاندار و شهردار کونئو و شهردار سابق آلبرتو والماگیا و 22 شهردار از مقاومت ایران و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک حمایت کردند.